در ملاوی موشی تف داده شده یکی از خوراکهای خوشمزه به حساب می رود. فروشندگانش اساساً آن را در کنار شاهراه می فروشند که شهری تجارتی بلندتر و پایتخت لیلونگوی را به هم می پیوندد. برنارد سیمیون موش شکار می کند. در عهدی پندمی کرونا ویروس تجارتش اهمیتی بیشتر پیدا کرد. بعد ظهور کووید 19 زندگی سخت شد. در نتیجه ما به شکار و فروش موش رو آوردیم که روزمان گذرد. اساساً بچه های روستا موش می دارند، آنها را با دود از لانه هایشان بیرون می آورند. بعدا می پزند، نمک می زنند و یا خشک می کنند. بعضی از ساکنان ملوی احیانا موش می خورند، ولی برای آیله سیمیان گوشت موش یگانه گوشتی دسترس است. بسیار وقت ما فقط از حساب شوهرم زندگی می کنیم، اگر کار کند. اما وقتی زندگی سخت می شود، روزمان با گوشت موش می ماند، چون پول برای خریدن گوشت دیگر نداریم. ممکن است بگوید که نباید گوشت موش را خورد چون خطرناک است، ولی مقامات ملوی به مردم نمی گویند که نخورید. اگر در محل شما گوشت موش می خورند یا هر کسی می خورد، باک نیست، چون منبع سفیده است. برای گرفتن مقدار ضروری سفیده شما هر چی خواهید می توانید بخورید. تا رسیدن کرونا ویروس 50% اهالی ملوی بینوا بود. تا حال در کشور 6000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند، اما اقتصاد و مردم عذاب بیشتر میکشند. اگر کرونا ویروس نابود هم بشود، شاید گوشت موش همچنان یک خوراک مهم این مردم میماند.